با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر دنیا، دنیایی که باید به این ملت بزرگ افتخار کنه، دنیایی که تمامشون دست بس هم دیگه دادن، چه خواسته چه نخواسته وارد این بازی شدن و علیه این ملت و این کشور بلند شدن و وقتی که شکست میخورند باید بیان اعتراف کنند، باید بیان بینی به خاک بمالند که شما قوی بودید، شما تونستید، شما خود حفظ کردید. عذرهای پیشکش بگذاریم. خوشبختانه امروز تحسین زندانی و شعار مرگ بر دیکتاتور در زندان اوین شروع شده. به دنبال قتل حکومتی بکتاش آبتین شعار مرگ بر دیکتاتور زندان اوین را به لرزه درآورد. هیچ کار شما نمیتونه بکنه. چیکار باید بکنه؟ همه مثلا انفرادی ببرن، همه رو چیکار باید بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه با زندانی بکنه. ساعتی پیش به دنبال دریافت خبر مرگ بکتاش آبتین از سوی زندان سیاسی بند هشت اوین، تنین شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر مرگ بر مرگ بر فضای زندان اوین را پر کرد. زندانیان سیاسی بند هشت اوین ابتدا در هواخوری بند با سردن این شعارها دست به اعتراض زدند، سپس همه آنان از سالن‌های مختلف با حضور در سالن هشت محل حبس قرار شدند. خلاصه دیگه شروع شد اعتصاب تحسن که بکنن. اینا اول یه چیزی بهتون بگم، اینا دیگه توان ادارهش ندارن، واقعا ندارن، مشخص ندارن. اما امروز بر بچه های قوه قضاییه شاهکار کردن، یه سند رو کردن از رئیسی که برای شیان دروگو شد. 40 سال اونجا بوده دیگه، همه زیر باراشو میدونن دیگه. نه، رئیسی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه برای کارکنان قوه قضاییه همه شون تره مثل مجلس که این تصدیق کنیم حقوق بیاد اینجوری بشه و بچه خود به قضیه خوشحال بشن. خوب دقت کنید که آقا اینجوری اینجوری از فشار رو دولت روحانی میخواسته بذاره، ولی خب این کاری کرده. بعدن کارمنده قوه قضاییه فهمیده که وقتی خودش رسیدیم راستی راهی از مریض پس گرفته، چون همه پول از قبل بابات میخوای بیاری تو. بدبختی بیچاره همه میگن دروغو دروغو، اصلا دروغو هستی تو، اصلا زاد دروغوست. خدمت شما ارسم که میگن که خامنه‌ای وقتی کار ایجی مهمی پیش میاد میگه باید استخاره کنه، بعد در حدود چند نفر استخاره میکنه، به یه نفر زنگ میزنه پرسه استخاره میکنه، بعد اون بهش میگه آه بکن نکن. یه رفیق ما داریم توی مشهد، آدم خیلی جالبیه، خوشم میاد ازش، خیلی آدم جالب با حالیه. وقتی یه نفر پیش ارسم میره پول قرض میخواد، کاری داره فلان داره، میگه آقا خلاصه اینجوری کار را بذار فلان کو بیشتر کنم، میگه باید استخاره کنم. آقا باید استخاره کنم، ما باید استخاره کار نمیکنم. بعد زنگ میزنه یه جایی یا آقا یه استخاره 50 تومانی برام بکنین، یعنی بگو نه. و هم خلاصه چی میگه، میگه نه اصلا خوب نیست فلان دیگه نمیکنه، رو بلند بر میزنه. اما یه کاری که میخواد بشه، مثلا میخواد انجام بشه، درش باید بشه، بیا آقا یه استخاره 100 تومانی واسه ما بکنین، یعنی بگو آره خوب خوب خیلی خوب فلان بیشتر بدم. این خلاصه شیوه کار تو تمام اینا هست، تو تمام این علما و آخونده و این برار هست، یعنی اونایی که سر کار داره مرد. حالا آقای خامنه ای هم به خاطر گردن قرآن بندازه و یه سری قرآن گردن مردم بندازه، من استخاره کردم، استخارم خوب اومد، گفتم انجام بدید. ولی آقای خامنه ای، آقای ابر ذلت ها، احمدتون رو هم بدونید خودتون جر و جر کنید، 500 تا 5 بلایی امضا، مردم دیگه شما قبولتون ندارند. اصل قصه اینجاست، از چش مردم ایران افتادید. فرض از چش مردم ایران بفتید، فرض از سر طبقه افتادید پایین، شما دیگه هیچ جایگاه و پایگاهی نه تو دل و نه تو مغز، هیچ ایرانی ندارید، هیچ جا، هیچ بیزودی هم نه، تو چند نسل نخواهد بود، چون این همه کتاب میشه، فیلم میشه و نشون میده که شما چقدر وقیح و چقدر خلاصه الی آخر هستید. کی حکومت گذاشتید، با جرایت شروع کرد و حالی روز هم که دیگه به هم ریخته حسابی. پس علتی که کارمند قوه قضایی چیز کردن رو جای آقای رئیسی همینه که حالا من خبرش هم پیدا باید خبرش مصرف میکنم. خب این آقای مسابقات کشتی بود بین بچه مدارس در مینا، من وقت داشتم مینا کار بکردم، کار رو مخصم بزنم. بعد ما گفتم آقا شما بیاین که جایزه چیزی بدیم، گفتم باشه. رفتیم اونجا، بعد یه پسر بچه بودیم 14-15 ساله، همه کشتی رو کش میکرد، آقا اینجوری بکن، اونجوری بگیر، این کارش بکن، بالا بکن، پایین بکن. نه،
بعد دیدن واسه خودش رو گفتیم این دیگه علامه کشتی برای واسه چونه وارد زمین کشتی گیره به 10 سال 15 سال نشیم زلفنی شد بعد اومد بیرون دوباره باز داره همونجا باز داره کش میاد همارو. حالا آقای وزیر امور خارجه ما درخواست امیر عبداللهیان از آمریکا برای آزادسازی دارایی های بلوک شده افغانستان بلوک شده طالبان در درگیری میان خب چیکار کنه گفت آقا بیان آزاد کن تو چه مربوطه سر پیاز تهی پیازی خود خود در آش میکنی چی میخوای دوباره چی هستی بهت گفتن تو کاری کن آزاد بشه بعد ما بیایم مثلا به تو پول از این بدیم خب بعد بختی بیچاره کی شما به رسمیت میشناسه اونو که تاریخ مصرف شما تموم شد تو مثلا خامنه‌ای تموم شد شما هم به تو مشتبه شد پوخی هست هیچ چه دارش هم نبود نتونه خمینی در جان همه تو از هم بیبدتر خمینی همه تون بدون استثنا هر کس هم خواست یک قدم واسه ملت را که جلو برداره چراش کردم سر زیرا کرد تمام این تلویزیونت صدای آمریکا و روزنامه بی بی سی اینا همش وقتی که کسی میرفت سوال میگه اونجا برن سوال میکردن اگر تو این آدمای خطرناکی بودن یا حس میکردن اینا لو میدادن اینا بلافاصله شما تماشا میدادن بود آقا اینجوریه یا این ممنوریزات همین ریزات همین کثافت همین نجاست همین آشغال همین که هر کاری میکنه مش بده مردم میشه نمیشینه آقا این نوریزات تو ذاتت مشکل داره 20-25 سال بازجو بودی خودتو بکشی 7-8 در بکنی تقلب به هیچ جایی نمیرسی چون تو جنایت زیادی کردی خیانت زیادی کردی خیلی رو لو دادی هر کاری بکنی مهرت به دل مردم ایران نمیشینه از اون صورتت خیانت و جنایت میباره مردم تو که بین حالشون به هم میخوره تموم شد خب این آقای سلامی خیلی جالبه همش هم دروغ میگه یه فیلمی هست من صداش رو میذارم براتون چون نمیتونم پخش کنم اینجا بعد چند دقیقه صداش رو گوش کنید این دوچار نقص فنی شد و سقوط کرد به علت نقص فنی این از زمانی که حرفا اوکراینی اینا با زدن با موشک زدن حتی تماشا گوش کنید حرفاشو در منطقه غیر مسکونی سقوط کرد نقص فنی هواپیما علت سقوط اعلام شده در اثر نقص فنی دچار تمام شبکه‌های مختلف ایران همه نقص فنی سقوط کرد به علت نقص فنی در آسمان دچار آتش سوزی شد به علت نقص فنی در آسمان دچار آتش سوزی شد به علت نقص فنی در آسمان دچار آتش سوزی شد به علت نقص فنی در آسمان دچار آتش سوزی شد خلاصه حدود 10-15 دقیقه تمام اخبار یه نفر حوصله که دمش کم بود جمعی همه رو بسنم همه نقص فنی حالا رفته خونه یه نفر من دوست دارم که یه روز وقتی که این چیز بازار شد این سلامی بازار شد این تن و بدن این یه عکس فیلم واسه مردم بگیرن یکی از اون لاتوی داره چی یک بوده لات که چه بهتون میگم دروغگو و کثافت و لجن همه چی قاقتی واسه مشخص نیست که پدر مادرش کی هستن بگذاریم بیان که توی یک مدرسه ابتدایی قدیما اونا که یادشون حتی الان هستن روزا همینطوره دستشوی توالت دانش آموزا با معلمی چی داشت؟ فرق داشت و کلید جدا کنشون من معلم بار بچه ها باز بود همیشه ولی بار معلم ها کلید داشت میرفتن بعد این یکی از معلم های خورده خواسته مشکل مزارشه از کلاس سری میاد داریم بیرون بیرون کلید دارم کلید دست میرم میرم زنگ تفریح نشده که میرم کلاس چیز میرم دستی توالت این چیز ها بچه ها آقا میره اونجا خوب کار شروع میشه بچه ها مرسه بیان بیرون زنگ تفریح میرم بیرون رو بعد یکی پشت در توالت این در میزنه بیا تو کلاس چندمی اون از من کلاس چهارم میگه والا سرسی تو رو انداخته لیسانس هم گرفته آقای سلامی شما از اون خمینی دجال دروغوی کثافت عالم آدم دروغو هستید تا خودشون همه دروغ هست یعنی پایتون ریشتون دروغ هست و یک دروغو تا آخر دنیا می نمیتونه برگرده که گفتین آره ما اگه این هوا نمیزدیم چند می نفر کشته می شدند حالا که دیدی گندش در اومد برای شما محکومیت آورده اونا شاهد هستن دیگه باز حرف عوض میکنید آقا شما در دروغگوی دکترا پی اچ دی دارید ما در شکی نداریم دروغی که شما میگید آپانس آدم عود میکنه خودتون نمیفهمید واقعا نمیفهمید چون یادتون چی گفتید همه تون آزرمیر دارید فعلا سنبرش کنیم همین
که جنازه که دارن میکنن آوردن، جنازه رو گذاشتن به سر خودشون، ولی یه خورده رفته باد خود آبشون رو برده، رفته بالا و نشون مشخصه کارتون موز رو سلام کردن، روش پرچم انداختن، یه آسان دارم سلام نزم بهش میدن. شما همینید. یا اونجا که آقا بخواد داره میرازه با اسب بره، اسب بله چی بود؟ روش پتو و روش دوشک رو انداختن به جای زین. شما همین، همتون همینید. همتون همین. خواسته اگر این اول زبلت ها چی کار جمع کنیم که شما سال اول رفته بودید. خلاصه ما در دروگوی آقای چیز میدیم سرم شما لیسانس نگرفتی، شک کنه در قصه ما نداریم. آقای خامنه‌ای هم خیلی حرفا میزنه که دیگه آقای خامنه‌ای که ندامات کوتاه میگه تسلیم زیر تو از اول تسلیم بود، کاری نبودی، تو از هر کاری نبودی، خود داری خودت میکنه، خود هر آشی میکنه، فقط مثلا مطرح کنه خودتو، یه طریق مثلا به تموم شده است. دارم که کلیپ خوبی درست میکنم برای چیز، برای حساسیت، امیدوارم که چیزی بشه به درد بخور دوستان باشه. داروی بی کیفیت چینی این بار به جان زنبورهای ایران افتاد. به گفته رئیس کانون صنعت زنبور عسل در ایران، 40% زنبور عسل های کشور در یک سال اخیر تلف شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از عفت رئیسی سرحدی نوشت 40% زنبور عسل کشور در یک سال اخیر تلف شدند و بدون اقرار تمام زنبورستان‌های ایران بیمار هستند و از آنجایی که هزینه دارو 300% گران شده، بسیاری از تولید کنندگان اصلا چاره‌ای ندارند جز اینکه داروهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به زنبورا بدن تا کلونی‌هایشان حفظ شود، کلونی بهشون اینجوریشون هستن. اما از سوی دیگر این احتمال وجود داره که پسماند این داروها در اثر تولیدی خود را اصلا تولیدی خود را نشان دهد که نشون میده. آخوند علمان خدا رکورد فوشخوری در تلگرام رو شکست. آخوند علمان خدا نماینده خامنه‌ای در مشهد پدر زن رئیسی در نماز جمعه اخیر دوران کنونی را بهتر دوران پیش از انقلاب دانسته و گفته بود در زمان شاه یک کارگر با حقوق یک روز خود میتوند نان و پنیر بخورد و امروز با یک سوم حقوق خود چلو کباب میخورد. این دروغ با واکنش منفی و خشم و عصبانیت بسیار گسترده و بی سابقه کاربران در فضای مجازی مواجه شد. در همین رابطه در کانال تلگرام سایت خبر فوری در زیر خبر مربوطه در این واکنش بی سابقه بیش از 30,000 نفر کامنت علیه وی درج کردند. یعنی تو چند تو یکی دو سال بیشتر نشد. در همین حال این کانال در یک اقدام شروع به پاک کردن کامنت ها نمود و گونه که در 24 ساعت توانست از مجموع 30,000 کامنت حدود 26,000 کامنت را پاک کند. علم خدا بازمانده نصر هارون رشید در مشهد با وقاحت معترضان نکوش کرد که به خاطر پایین افتادن شکم نباید مقابل نظام ایستاد. شما به خاطر شکم خیلی کار دیگه هم میکنید، خیلی چیز دیگه هم میدید. بله بعد الان کم 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 دارن چیز میکنن، زمین چینی میکنن که آقا مجلس گفته به چند جایی آقا چجور میان جمع میشه بیت رهبری اونجا چون همه شو میرسن رسن که باید دارن اونجا چون میترسن از خودشون. نمیدونم چه یقن روز کجوه هم استش کار نداره باشت تو هم خسته نمیشه و کم کم دارن برنامه‌ریزی میکنن که اینا رو هدایت کنن به غیر مستقیم چون خودشون هم دلشون پره، همشون مشکل دارن که آقا اون بیت رهبری است خلاصه بره اونجا اصل کار رو دستور هم از اونجاست، درست هم همینه و واقعا هم همینطور هم فساد هم اونجاست. بله حالا آقایون خب متاسفانه خبر خوبی نمیرسه از ایران به خاطر برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی و زمین‌ها در حال نشست کردن هستند. یکی از بزرگ نشست‌های جغرافیایی که تو خواهد افتاد احتمالاً در تهران و حومی تهران خواهد بود و بعد مشهد هست و الان نشستی تو بیابونه اتفاق افتاده که آبار کشیدن بردن آقای سیاه روی سپاه کسافت. شما ها چی بکشید؟ چی جوری بمیرید من نمیدونم، چجوری بمیرید من نمیدونم، چه عذاب بر شما مرسید من نمیدونم، ولی کردید آتیش سوزوندید سرمی آقا و یه گوش آشغال بارا بودن به شما مجوز دادن. ترسید از ترس خود شد همه شد زرف داشتن به شما از خود از همه زرف شما خود فول زرف هستید در نهایت و یک شکاف 100 کیلومتری یه جای ایجاد شده و خلاصه یک مقداری هوشیارتر و بیدارتر و قضایه باشیم تا همین روزها خبر خیلی 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 خوبتون میرسه. ایام بکن روز بخوشید.